حذف وحید از بیت رهبری اطلاعات سپاه دیگر حضور او را بر نمیتابد به کیوسک خوش آمدید سرداری که یک روز نزدیکترین فرد به خامنه ای و دست راست او بود امروز بر سر اختلاف با اطلاعات سپاه به حاشیه رانده شده است طوری که احتمال حذف فیزیکی او زیاد شده است حذفی تصادفی که قبلا برای نزدیکترین محافظ رهبر هم پیش آمد اگه وحید تو دم و دستگاه آقا نباشه با خدا شاده یه گورج‌های دهان باز کردن که اونجا رو ببلن اون مثل پلنگ و مثل ببر از دفتر و از آقا و از شخصیت آقا انشالله در حال محافظه آقایان رضایی قاضیزاده هاشمی و همتی برای جناب آقای رئیسی امداد الهی به حساب می آمدند و یقیناً باید گفت اینها خود را به گونه دانسته یا ندانسته خرج انقلاب کردند وگرنه با توجه به شرایط رد صلاحیت تحریم انتخابات توسط بیگانگان و حتی احمدی نژاد اگر بعد از کنار کشیدن نامزدهای پوششی این سه نفر نیز اعلام انصراف کرده بودند ولو وزارت کشور هم قبول نمی کرد یقیناً چالش بزرگی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی به وجود می آمد. این بخشی از نامه پرهاشیه ی سردار وحید حقانیان پس از برگزاری انتخابات روز جمعه بود. نامه عجیب که خبرگزاری تصنیم نزدیک به سپاه پاسداران در واکنشیان را خسارت بارخانده است. این خبرگزاری ورود سردار وحید به عرصه رسانه را برای دفتر رهبری آسیب عنوان کرده و آن را موجب سوء استفاده برخی خناسان و مغرزان دانسته و نوشته است که آنها تلاش کردند انتقام مشارکت معنادار مردم در انتخابات پیروزی نماینده جریان انقلابی و شکست پروژه تحریم را با طرح اتهام مهندسی انتخابات از مردم و رهبر انقلاب اسلامی بگیرند. از آخرین باری که اظهار نظری درباره سردار وحید در رسانه ها منتشر شد چند سال می گذارد. او چهار سال پیش در ماجرای زلزله سر پل زهاب از اسحاق جهانگیری انتقاد کرده بود که چرا معاون اول رئیس جمهور مسکن مهر را غیر استاندارد توصیف کرده است سردار وحید در فیلمی که از بازدیدش از مناطق زلزله زده منتشر شده بود میگوید خدا لعنت کند معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری را اولین تخم لغ سیاسی را ایشان گذاشت و زود اعلام کرد در جلسه اقتصاد مقاومتی که آقا مسکن مهر اصلا چه ربطی دارد مردم گرفتاری دارند تو شروع کردی از مسکن مهر چه ارتباطی دارد مطلبی که بعدها اصلاح طلبان حتی آن را مقدمهای بر رد صلاحیت و مخالفت حاکمیت با جهانگیری در صورت نامزدیش در انتخابات سال 1400 دانستند اما با این وجود وحید حقانیان همزمان با شدت پیدا کردن انتقادها از او مجبور به عذرخواهی بابت اظهاراتش علیه معاون اول دولت شد واکنشی که به نظر میرسد شاید پس از اظهارات از فردای برگزاری انتخابات تکرار شود و او برای جلوگیری از سیل انتقادها به سمت خودش و بیت رهبری بار دیگر مجبور به عذرخواهی شود این در حالی است که خبرگزاری تسنیم با انتشار مطلبی که بخشی از آن در بالا منتشر شد حقانیان را تهدید کرده است که اگر قرار است مواضع شخصیش را که طبیعتا به شخص رهبری منتصب شود بیان کند بهتر است از کارش استعفا کند و آن وقت هرچه چه دوست دارد بگوید یک فعال انقلابی و رسانه‌ای هم با اشاره به همین موضوع در توییترش نوشت وحید حقانیان است بابت اتفاقاتی بیانیه اخیر او را نیز در جهت تخفیف پیروزی ابراهیم رئیسی را ببینید هرچند که او توضیح بیشتری درباره این گلمندی نداده است و مشخص نیست که یکی از نفرات اصلی بیت رهبری چرا باید گلمندی خودش را علنی بروز دهد سید وحید حقانیان که با عنوان سردار وحید مشهور شده داماد آیت الله خرازی معاون امور ویژه دفتر رهبر انقلاب است که اصالتا اهل اصفهان است و منزل پدریش در اطراف میدان منیریه تهران از نقاط مرکزی و بسیار سنتی تهران است نام او نخستین بار سال 88 همزمان با اعتراضات پس از انتخابات در رسانه ها منتشر شد در تیر ماه همان سال وقتی مراسم تنفیز دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برگزار میشد او حکم تنفیز را به رهبری تحویل داد نقش قابل توجهی که در ذهن بسیاری از تحلیلگران این سوال را مطرح کرد که جایگاه او نزد رهبر انقلاب تا چه اندازه والاست تلاش کردند البته بنده قانع نیستم بنده معتقدم مسئولین بخش های مختلف بایستی مجاهدت خودشون رو و تلاش خودشون رو مضاعف کنن همچنانی که در ساعات اول ارتش در شهرها سپاه در روستاها به کمک در زیر آوار مندگان شتافتند و حضور اونها مؤثر بود و اگر نمی آمدن قصه ما به داغ ما خیلی بیش از این می شد و تلفات ما خیلی بیش از این می شد در ادامه راه در ادامه کمک ها در ادامه یاری رسوندن به مناطق زلزله زده هم بایستی مجاهدت ها. نام آقای حقانیان دست کم دو بار در خاطرات ابوالفضل فاتح از مشاوران میرحسین حسین موسوی در دهمین ده انتخابات ریاست جمهوری و همچنین نامه محمد علی انصاری دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت آیت الله خمینی به سید حسن خمینی دید آقای فاتح در خاطرات روز 22 خرداد 88 خود می نویسد حدود 11 شب مهندس موسوی نامه سری به مقام معظم رهبری نوشتند این نامه را به صورت دستی به بیت مقام معظم رهبری بردم و آن را تحویل آقای وحید دادم چند دقیقه هم با هم صحبت کردیم از فهوای صحبتهای ایشان دریافتم که باید انتخابات را تمام شده تلقی کنم او می گفت برای چگونگی اعلام شمارش آرا به وزارت کشور تذکر داده است اما ترکیب نهایی آرا را یک مرحله به نفع آقای احمدی نژاد می دانست مجید انصاری نیز بدتر در نامه به سید حسن خمینی در جهت توضیح مشکلات پیش آمده در مراسم 14 خرداد 89 در مرقد خمینی بارها به نام سردار وحید اشاره می کند. دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت خمینی در نامه‌ای که به نوه خمینی نوشته، گذشته و آن گزارشی درباره سیر اجرایی مراسم 21 سالگرد خمینی ارائه داده به تماس تلفنی خود با سردار وحید در ایام نوروز 88 اشاره کرده است محمد علی انصاری در این نامه خطاب به حسن خمینی آورده است با کمال تاسف از آغاز سال جدید و شاید در آخر سال گذشته زمزمه هایی شروع شد که ستاد بزرگ داشت نمیخواهد مراسم امام را برگزار نماید و حتی در هفته اول تعطیلات نوروز که مقام معظم رهبری به مشهد مشرف بودند طی تماسی که با جناب آقای وحید برای تبریک عید داشتم ایشان نیز از برنامه های ستاد سوال کردند به ایشان گفتم کارهای مقدماتی ستاد قبل از عید شروع شده است و ما با قوت کارها را دنبال می کنیم و اصلا نگرانی نداریم و از ایشان درخواست نمودم که در اولین فرصت مراجعت پس از تعطیلات جلسه حضوری برای مرور مباحث کلان سالگرد داشته باشیم. انصاری پس از آن که در لفافه از نقش وحید در مباحث کلان کشور پرده برداشته اضافه می کند به دلیل اینکه یقین داشتم مراسم امسال بسیار حساس و پردقدقه است اصرارم بر این بود که مسائل را با دفتر مقام معظم رهبری هماهنگ کنم چند نوبت و از طرق مختلف و تماسهای تلفنی مسئولین عزیز دفتر از کم و کیف مراسم سوال فرمودند که به آنان اطمینان دادم آمادگی ستاد برای برگزاری مراسم بهتر از گذشته فراهم است وی در ادامه به حضور پر اهمیت آقای حقانیان و برخی دیگر از مسئولان بیت رهبری در جلسات هماهنگی مراسم سالگرده در گذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی اشاره کرد در این جلسه سه موضوع مهم را مطرح کردم که عبارتند از تعیین وحدت به عنوان شعار و روکرد اصلی مراسم برگزاری تنها یک مراسم رسمی بزرگ داشته امام و نماز جمعه و صرف نظر کردن از برنامه دعای, دعای کمیل و ندبه در حرم و سخنرانی های شب چهاردهم و پانزدهم به دلیل عملیات عمرانی و آماده نبودن فضای داخلی حرم برای جمعیت زیاد پیشنهاد کردن برای اینکه لغو مراسم شبهای حرم شایبه سیاسی کاری در از جامعه به وجود نیاورد بهتر است قبل از نماز جمعه دو سخنران دیگر یکی ریاست جمهوری و دیگری جنابالی داشته باشیم پیرو این مقدمه جناب آقای وحید نیز بر اهمیت مراسم تاکید و علاوه بر ذکر نکات های اهمیت در راستای برگزاری مطلوب مراسم اظهار لطف مقام معظم رهبری نسبت به این جانب و موافقت کلی با پیشنهادات مذکور را بیان داشتند انصاری سپس به جلسه خصوصی یک ساعته خود با وحید اشاره کرده و گفته است بعد از آن بیش از یک ساعت جلسه و گفتگوی خصوصی بنده و آقای وحید به طول انجامید و تاکید کردم که هر کس گزارشی مبنی بر تصمیم ما و ستاد برای برگزار نکردن مراسم داده است یا غرضی داشته یا اشتباه کرده است و ما شهادت آن را داریم که در صورت ضرورت به سراحت اعلام کنیم که نمیتوانیم مراسم را برگزار کنیم دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت خمینی در ادامه نامه خود خطاب به سید حسن خمینی به پیشنهادات وحید درباره مراسم امسال خطاب به خود اشاره کرده و به سراحت از دستور او برای دعوت نکردن از برخی افراد برای نماز جمعه 14 خرداد 88 سخن به میان آورده است افرادی که بعدها به مراسم دعوت نشدند عبارت بودند از میر حسین موسوی مهدی کروبی محمد خاتمی محمد موسوی خوینی ها عبدالله نوری و برخی دیگر از چهره نزدیک و مورد حمایت خمینی در ماجرای ترور سید حسن حبیبی موسوی خواهرزاده میر حسین موسوی در آشورای سال 88 تهران هم نام وحید مطرح بود. ماجرا از این قرار بود که به دلیل ممانعت دستگاه های امنیتی از تحویل جسد مرحوم حبیبی موسوی به خانوادهش در نیمه های شب با منزل خواهر مهندس موسوی تماس گرفته می شود. فرد پشت خط خود را یکی از اعضای دفتر آیت الله خامنه ای معرفی می کند و اعلام می کند که آقای وحید قصد دارند تا به نمایندگی از مقام معظم رهبری با مهندس موسوی صحبت کرده و مراتب تسلیت ایشان را اعلام کنند. با استنکاف مهندس موسوی از گفتگو با وحید یکی از مشاوران او با وحید صحبت می کند و پس از قطع تماس اعلام می شود که مسئول اجرایی بیت رهبری برای گفتگو یا آنگونه که خود می گوید عرض تسلیت قصد دارد به منزل خواهر موسوی بیاید با اطلاع از این امر مهندس موسوی اقدام به ترک منزل خواهری می کند و به دو تن از مشاوران خود برای گفتگو مأموریت می دهد نتیجه حضور سردار وحید در منزل خواهر مهندس موسوی و مذاکرات چند ساعته او با خانواده مرحوم حبیبی و مشاوران مهندس موسوی تحویل پیکران مرحوم در نیمه های شب و دفن نهانی او در صبح روز بعد بود طی 48 ساعت گذشته نام سردار وحید به یکی از پرتکرارترین کلید های شبکه های اجتماعی تبدیل شده است برخی مطلب خبرگزاری تصنیم علیه او را پایانی بر فعالیت یکی از کلیدی ترین مهره های بیت خامنه ای دانستند و برخی دیگر بر این باورند که این مناقشه تنها رقابتی است بین خبرگزاری تصنیم و دفتر حفظ و نشت آثار خامنه ای که طی یک سال اخیر گردانندگان آن سعی دارند بدون وابستگی به دو سایت شاخص نزدیک به حاکمیت یعنی فارس و تصنیم به کارشان ادامه دهند اما هرچه که هست به نظر میرسد با رئیس جمهور شدن ابراهیم رئیسی جریان انقلابی به دنبال گرفتن سهم بیشتری از سفره انقلاب باشد شاید پس از حذف بسیاری از از سابقون انقلاب که به تدریج طی سالهای گذشته از صحنه سیاسی کشور حذف شدند، حالا نوبت کسانی است که از حلقه اول هسته سخت قدرت قرار است بیرون رانده شوند. لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.